مسئولان زراعتی در ولایت فرا میگویند که بر اساس پیش بینی های آنان طی سال جاری زنبورداران این ولایت بیش از 8 تن عسل را از مزرعه های زنبورداری خود به دست خواهند آورد. عبدالمنان متین رئیس این اداره میگوید که کیفیت برای عسل فرا منجر به این شده که به دیگر ولایت و حتی به خارج از کشور صادر شود. عسل ولایت فرا ما در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولیدات و گپ خوشحالی است که این عسل ما نظر به عسل کشورهایی که از کشورهای بیرون میآید کیفیتش بسیار عالیه، بسیار دارای کیفیت بسیار خوب است. تنوع گیاهی که اینجا وجود داره در ولایت فرا معمولا برای کیفیت عسل تاثیرات بسیار خوب و بسیار مثبت میگذاره و ریاست زراعت هم برنامه و پروگرامای بسیار خوب داره. یعنی ما پروژه از انبور عسل در ولسوالی پرچمن اجرا کردیم سال گذشته و امسال این پروگرام ما برای حدود 300 نفر 290 نفر از بیاقین در خود مرکز ولایت فرا داریم. و این حال یک تن از پرورش دهندگان زنبور عسل در ولایت فرا میگوید که کیفیت بالای این محصول تولید شده زنبورداران در فرا جلو واردات عسل از دیگر کشورها به خصوص عسل ایرانی را گرفته است. عسل ایرانی و خارجی که کیفیت زیر مردم مطالعه نکرده اما به قیمت ارزانتر و بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که عسل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغان میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه. اما عسل ایرانی از کیلوی 2 کیلو به 600 افغانی و بازارهای ولایتی مزیتر نمی باشه. اما بسیار به شکل بوتلای خوب و یک لیبل قشنگ را داره اونا که جلب توجه مشتریان اونا. از جانب هم شماری از ساکنان و مصرف کنندگان عسل در ولایت فرا میگویند که تولیدات عسل فرا با گذشت هر سال بیشتر می شود و سطح استفاده مردم نیز از آن در حال افزایش است. خود من عسل ایرانی را استفاده کردم که از گرگان ایران البته به ما روان کرده بود در حدود تقریبا یک 7 کیلو عسل او را من استفاده کردم. عسل پرچمن هم به ما آورده ما استفاده کردم از او. اما کیفیت عسل فرا مشمار هیچ عسل نداره، کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک عسل خوبه. من تقریبا یک سال میشه که از این عسل استفاده میکنم، خیلی هم راضی و به خود من هم تکلیف زانو دردی دارم. در حدود یک سال میشه که من از این عسل استفاده میکنم. بهترین عسل، عسل غلیظ فعلا در ولایت فرا از این عسل ما شما فکر نکنه بهتر به دوربر منطقه افغانستان داشته باشید. باید گفت که ولایت فرا از جمله ولایاتی است که زمین‌های مزروع داشته و در آن به علاوه دیگر محصولات از جمله میوه‌جات و سبزیجات در این اواخر صنعت عسل نیز رشد خوبی داشته است.